خب بسم الله الرحمن الرحیم، باز هم ادامه لکچر سوم هست و در این قسمت SQL کانسترینت داریم. خب کدام کانسترینت ها را داریم؟ پرایمری کی است؟ نات، نال، یونیک و فارین کی داریم؟ چک، دیفالت و ایدنتیتی داریم. میبخشیم. خب ابتدا باید بفهمیم که کانسترینت خودش چی معنا دارد یا چی هست. کانسترینت که هست، SQL کانسترینت در حقیقت یک سلسله قیودات هست که نوعیت دیتا را مشخص میکند که چی نوع دیتا باید در یک تیبل ذخیره گردد. پس این کانسترینت ها هست، از جمله پرایمری کی هست، نات، نال، یونیک، فارین کی، چک، دیفالت و ایدنتیتی. پس اینها به می خاطر استفاده میشن که نوعیت دیتا را مشخص کنند، که یعنی در یک تیبل کدام نوع دیتا ذخیره کرده و یا ذخیره کرده می توانه. اول می چیزی داریم به نام پرایمری کی. خب پرایمری کی چی هست؟ پرایمری کی یک نوع کلید هست، کلیدی هست که واحد بودن ریکارد ما را در یک تیبل نشان می دهد. واحد بودن ریکارد در یک تیبل. خب برای نشان دادن واحد بودن ریکارد در یک تیبل استفاده می شود، یعنی به این معنی که دوپلیکیت یعنی دیتای تکراری را قبول نمی کند. یک، و در ضمن نات، نال را هم اکسپت می کند، یعنی نال والیو را هم اکسپت نمی کند. باید نات، نال باشد در او فیلدی که پرایمری وضع شده باشد، او همیشه باید دیتا باشد و دیتا تکراری هم نباشد. خب دو، یک این که واحد بودن ریکارد را نشان میدهد، دوم دوپلیکیت ریکارد را قبول نمی کند، سوم از این کلید به خاطر ریلیشنشیپ استفاده می کنیم، یکی ریلیشن برقرار کنیم یا رابطه برقرار کنیم بین دو تیبل خود، که یک تیبل پرنت قرار بگیرد و یک تیبل چایلد قرار بگیرد. پس در اون صورت فیلدی که در پرنت قرار دارد باید پرایمری باشد و کاپی از او را باز در چایلد تیبل میبره. پس به خاطر ریلیشن استفاده می شود، به خاطر واحد بودن ریکارد استفاده می شود و به خاطر نگرفتن دوپلیکیت ولیو استفاده می شود. بعدا کانسترینت بعدی که داریم نات، نال هست. یک نال هست و یک نات، نال هست. نات، نال یعنی برعکس نال هست. نال اصلا خودش قیمت نامعین را میگوید، یعنی قیمت مبهم، گنگ یا نامعلوم. خب اگر یک فیل را ما قیمت ندیم، پس بای دیفالت خودش نال ولیو را اکسپت میکند. و اگر گرفتیم نات، نال، این کانسترینت در اونجا تطبیق شده باشد، پس او فیل را ما خالی گذاشته نمیتونیم، در اونجا باید دیتا ذخیره گردد. خب بعدنش کانسترینت بعدی یونیک هست. یونیک از نامش معلوم هست که یونیک هم به خاطر واحد نشان دادن ریکارد در تیبل استفاده می شود. از نامش معلوم است، واحد نشان دادن ریکارد در یک تیبل استفاده می شود. بعضی فیلد های خود را ما یونیک می گذاریم به خاطر که دوپلیکیت دیتا در اونجا وارد نشود. خب خیلی فرق آن با پرایمری چی هست؟ بله اکثر این سوال را می کنم. با پرایمری فرق آن این هست که ما می توانیم در یک تیبل چندین یونیک کی وضع کنیم، اما در یک تیبل تنها یک پرایمری کی وضع می کنیم. دوم این که پرایمری کی را ما گفتیم که نال ولیو را اکسپت نمی کند یا قبول نمی کند، لیکن یونیک نال ولیو را نیز اکسپت می کند. این دو فرق اساسی است. اولی که در یک تیبل می توانیم چندین یونیک کی داشته باشیم، لیکن پرایمری کی تنها یک پرایمری کی می توانیم داشته باشیم. و دوم این که از این در ریلیشنشیپ استفاده می شود و از این در ریلیشنشیپ استفاده نمی شود. و یک فرق عمده دیگرش این هست که خب این نال ولیو را اکسپت می کند و این نال ولیو را اکسپت نمی کند. خب خدا کنه فهمیده باشین. و من میبینیم که فارین کی چی هست. فارین کی یعنی از نامش باز هم معلوم هست که کلیدی هست که از تیبل دیگر در یک تیبل درج گردیده باشد، یعنی کلید خود تیبل نباشد.
کلید اجنبی باشد یا بیگانه باشد، یعنی از تیبل دیگر در یک تیبل دیگر ما میاریم را، که از تیبلی که کلید آن پرایمری باشد کپی از او را میگیریم در چایلد تیبل میبریم. پس کپی پرایمری کی در چایلد تیبل را به نام فارین کی یاد میکنیم. مو فیلدی که پرایمری باشد در پرنت تیبل، کپی از او فیلد را میبریم در چایلد تیبل و در اونجا باز پرایمری کی نامیده نمی شود بلکه فارین کی نامیده می شود. بعدا کانسترینت بعدی چک هست و چک نوعی از کانسترینت هست که به خاطر وضع کردن خب شرطیه. اگر خواسته باشیم بالا یک فیلد خود شرطیه وضع کنیم، باز در صورت از چک استفاده می کنیم تا که شرطیه ما را چک کنیم. پس به خاطر وضع کردن شرطیه استفاده می شود. و دیفالت نوی دیگری از کانسترینت از در اسکول سرور می بخشیم. خب این کانسترینت به خاطر مشخص کردن قیمتی که قبلا تعریف شده باشد برای یک فیلد استفاده می شود. یعنی بعضی قیمت ها را قبلا ما تعریف می کنیم. اگر کسی در او فیلد قیمت را وارد نمی کند، پس قیمتی را که قبلا تعریف شده باشد او قیمت در اونجا تطبیق شد. پس دیفالت را گفتیم که بخاطر تعریف کردن یا مشخص کردن قیمت های قبلا تعریف شده برای یک فیلد یا کالم خود استفاده می کنیم. کانسترینت آخری ایدنتیتی هست. خب ایدنتیتی چی نوع کانسترینت هست؟ ایدنتیتی به خاطر وضع کردن آتو نمبر استفاده می شود. ما در MSAccess چیزی داریم به نام آتو نمبر و اگر خواسته باشیم در اسکول سرور آتو نمبر یک فیلد رو آتو نمبر بسازیم، پس او را ایدنتیتی می سازیم و بعدا او خودش قیمت را می گیرد. یعنی ما قیمت در اونجا وارد نمی کنیم در او فیلد، خود فیلد قیمت خود را می گیرد. یعنی آتو نمبر میگردد که خودش قیمت خود را تغییر میدهد و قیمت میگیرد. پس این هست ایدنتیتی و این کانسترینت های هستند. 6 کانسترینت یا 7 کانسترینت داریم در اینجا. اینها را عملا میبینیم که چطور کار میکنند و چطور مشخص میسازند نوعیت دیتا را که در یک تیبل ذخیره میشود. خب میایم در این قسمت اسکول سرور را باز میکنیم و کنکت شد. بعدا میایم در این قسمت و در دیتابیس خود در اینجا و میخواستیم یک تیبل ایجاد کنیم. خب ETBI آمده در دیتابیس خود و بعدا در بخش تیبل و رایت کلیک میکنیم در این قسمت، برش میگیم نیو تیبل یا نیو را انتخاب میکنیم. بعدا در اینجا فیلد های خود را مشخص میکنیم. مثلا نوشته میکنیم که دپارتمنت ایری نوشته میکنیم و ایران تیچر میسازیم. بعدا نوشته میکنیم که دپارتمنت نیم هست ایرا ورچر یاد میکنیم چون که در اینجا متن ذخیره میشه. و بعدا نوشته میکنیم که دپارتمنت هید هست، در اخیر این اوچ ایچوری برش میگیم ورچر ایرا هم ورچر میگیریم چون که متن ذخیره میشه. و بعدا لوکیشنش رو هم اگر کار داشته باشه نوشته میکنیم دپارتمنت لوکیشن و ایره هم ورچر انتخاب میکنیم. خب در این قسمت میتونیم دو نوع کانسترینت رو تعریف کنیم. اول این که پرایمری کی است. مثلا این فیلد رو میخواستم که پرایمری کی باشد، دپارتمنت ایدی پرایمری کی باشد، یعنی واحد بودن ریکارد رو من در تیبل نشان دهد و در زمان از این کلید باز یا از این فیلد ریلیشن استفاده میکنیم که در خطی پرنت تیبل ما میشود و تیبل بعدی را که ایجاد میکنیم و چایل تیبل باشد، پس ای را پرایمری کی میسازیم. دوپلیکیت ولیو را هم نمیگیرد و نل ولیو را هم نمیگیرد و در ریلیشن از آن استفاده میشود. خب ای را قبلا هم کار کرده بودیم که چطور میتونیم پرایمری کی وضع کنیم. اینجا یک آپشن داریم سیت پرایمری کی، ای را کلیک میکنیم و پرایمری شد. در ضمن اینجا نات نل داریم. اگر اینها چک باشن نل مانا میتونه، یعنی به این معنا که در او فیلد اگر دیتا هم وارد نشود کدام مشکلی ندارد. لیکن فیلدی که اگر ما ان چک بسازیم به ترتیب، پس بودن دیتا یا ریکارد یا خب این فیلد باید دیتا داشته باشد و نل گذاشته آن را نمیتونه. خب اگر
چک باشد نل مانا میدهد و اگر ان چکش کردیم نات نل مانا میدهد. در اینجا شما کنسترینت رو خواندید نات نل. بس این فیلد رو ما چی ساختیم؟ نات نل ساختیم. بس این فیلد نات نل هست و فیلد بعدی که در اینجا از دپارتمنت هید ای را گذاشتیم نل. یعنی میتونه که کس اگر هید را هم نامش را وارد نکرده باشه مشکل نیست، لوکیشن را اگر وارد نکرده باشه مشکل نیست، لیکن دپارتمنت نیم و دپارتمنت آیدی را حتما باید اینها وارد کنند. و در این قسمت ایره ما هم پرایمری کی ساختیم. خب میانیم در این قسمت که چطور میتونیم تیبل خود را سیف کنیم یا ثبت نماییم. در اینجا رایت کلیک میکنیم و ایره انتخاب میکنیم و نام برش میدیم، مثلا نوشته میکنیم که department نوشته میکنیم، تیبل نوشته میکنیم و ایره اوکی میکنیم. پس تیبل ما ثبت شد و ایره از اینجا کلوز میکنیم. میم تیبل بعدی را جور میکنیم. تیبل بعدی باز هم در اینجا رایت کلیک میکنیم، برش میگیم نیم تیبل. خب تیبل بعدی را باز میسازیم. یکی تیبل بعدی را بسازیم، در اینجا باز همه نوشته میکنیم، مثلا employee id هست، ایره نویاتش انتیجر میگیریم و employee name رو نوشته میکنیم، name ایره ورچر میگذاریم و نوشته میکنیم که جابش چی هست، نوشته میکنیم ورچر باشه. خب فیل بعدی رو مثلا نوشته میکنیم که date of birth نوشته میکنیم و ایره هم date میگیریم و در این قسمت نوشته میکنیم که age و ایر انتیجر میگیم. و اگر خواسته باشیم سالری هم وزن میکنیم و انتیجر میگذاریم. فیلد بعدی خود رو آدرس میگیریم و ایره هم انتیجر ساختیم، سوری ورچر میسازیم چرا که متن در آن ذخیره میشه. خب یک فیلد اگر هم میسازم به خاطر از اینکه باز بعدن رولیشن رو برقرار کرده باشیم در این قسمت، نوشته میکنیم که department id، چون که این فیلدی است که از تیبل که قبلا ایجاد کردیم از اونجا باید آورده شود. و چیزی که بسیار مهم است این است که نوعیت دیتایشان هر دو یک چیز باشه. در اونجا department id را ما انتیجر گرفته بودیم، در اینجا نیز باید انتیجر گردد، چون که در اونجا primary keys و در اینجا ایره foreign key میسازیم. یکی چی تال میسازیم بعدن بالاش کار میکنیم، لیکن نوعیت دیتایش باید یکسان باشد. و انتیجر بود این هم باید انتیجر باشد. خب او parent table میشود و ای child table میشود. در اونجا primary key هست ای field و در اینجا foreign key میشود. خب بعدا من در اینجا میخواستم employee id primary key باشد، در اینجا right click میکنیم، بله primary key شد. در زمان not null هست، چرا که در یک از ویژگی های primary key همین هست که null value را accept نمی کند. دمانه که ما ایره primary بسازیم خودش در اینجا و not null تبدیل می شود. خب این نیم را هم میخواستم not null باشد، یعنی در اینجا باید این قسمت وارد شود. و اگر میخواستیم جابش را یا date of birth را یا کدام بخش دیگر را هم میتونیم، خب میخواستم جواب همچی باشد نات نل باشد، متباقی نل اگر باشد فرق نمی کند. خب تیبل دومی هم ایجاد شد. این چطور پرایمری کی را وضع کردیم و چطور نات نل کردیم؟ در اینجا دو کانسترینت ما کار کردیم، در تیبل قبلی هم کار شد این دو کانسترینت ها. و حال میایم بریم که این را سیف میکنیم، نوشته میکنیم employees نوشته کردیم، تیبل امپلاییز هست و ایره هم ثبت کردیم. خب حالا میخواستیم که ریلیشن بین از دو تیبل خود برقرار کنیم، یعنی این که یک تیبل ما پرنت باشد و دیگر تیبل ما چایل شود. مادر ازی چی کار میکنیم؟ من در این قسمت تیبل دپارتمنت داریم و تیبل امپلاییز داریم. تیبل امپلاییز این فیلد ها رو مشخص کردیم، در اینجا این فیلد هاست، لیکن این فیلد رو میخواستیم که پرایمری سوری فورین کی شود. یکی فورین کی شود بالای تیبل خود کلیک میکنیم و در بخش دیزاینش میریم، بله این قسمت رو انتخاب میکنیم و فیلدی را که میخواستیم فورین کی شود و رایت کلیک بالاش میکنیم و در اینجا اپشن داریم به نام ریلیشنشیپ، بالای زی کلیک میکنیم
و بعدا در اینجا ار برش میگیم. خب در اینجا اگر نام رو درست برش بگیم، در اینجا خودش با دیفالت گرفته است که if key employees در table employee بالا. خب در اینجا مشخص میکنیم در table employee بالای کدام فیلد ایره وضع میکنیم، نوشته میکنیم که بالای department ID وضع میکنیم. این نامش هست. اصلا در اینجا وضع میشه در قسمت بالا tables and column specification، در این قسمت کلیک میکنیم، اینجا یک بتن فعال میشود. بالای از این بتن کلیک میکنیم، اینجا دو آپشن داریم. یک خود نام هست که ما برش دادیم، این نام باید داده شود، مهم هست چرا که ما ریلیشن خود را بفهمیم کدام ریلیشن. خب در اینجا پرایمری کی تیبل انتخاب میشود و در اینجا فارین کی تیبل انتخاب میشود. فیلن اردوش امپلایز نه خیر، من میگم که پرایمری تیبل ما کدام یکی هست؟ پرایمری تیبل ما دیپارتمنت هست و در اونجا کدام فیلدش هست؟ فیلد اینی فیلدش هست که در اینجا پرایمری کی هست. پرایمری کی تیبل دیپارتمنت و فیلدش هم دیپارتمنت هست که پرایمری کی هست. میام در این قسمت فارین کی امپلایز، درست است امپلایز هست، لیکن کدام فیلد؟ بالای امپلایی رو وزن نمیکنیم، این خودش هم چی هست؟ پرایمری کی هست، بلکه بالای یک فیلد دیگر میخواستیم این را وضع کنیم که دیپارتمنت هست. نویت هر دوش باید یک چیز باشد، انتیجر انتیجر و در اینجا پرایمری و در اینجا و فارین کی تبدیل میشود. اوکی میکنیم و بعدا هم کلوز میسازیم و اینجا هم ایره من کلوز میسازیم، سیف میکنیم و کلوز میسازیم، ولی سیف شد و ایره کلوز میسازیم. خب حالا اگر بیاییم در این قسمت که یک ریفرش میکنیم فیلد های خود را و ببینیم کدام کارهاش رخ داده است. ولی ریفرش کردیم قسمت، ببینیم قسمتی قسمت آله ای پرایمری کی هست. در اینجا پی کی نوشته شده، انتیجر نات نال، ای ورچوال هست و این ترتیب دیگهش نات نال. در اینجا دیت آف برد هست، دیت گرفتیم، ایج در اینجا نال شده میتواند، سالری هم نال شده میتواند. و این قسمت را متوجه شدن اف کی شده یعنی فارین کی شد. پرایمری کی از ایدر کجاست؟ پرایمری کی از ایدر ای تیبل هست، در تیبلی باید ما در اینجا قسمت کالمز اگر بیم ای پرایمری کیش هست و در اینجا ای فورین کیش هست، ای فورین کیش هست و او پرایمری کی هست. خب ای فورین کی شد و ای هم پرایمری کی شد. و اگر در کلید بخش کلیدز بیم در اینجا هم بر ما نشان میدهد پرایمری کی و ای هم فورین کی هست. یکی بعدا چطور ایش را در آن ذخیره میکنیم و دیگر کانسترنت ها را اپلای میکنیم. انشاءالله بعدا میبینیم در چره آینده. فعلا همین قدر کفایت میکنم، انشاءالله فهمیده شد. خب تشکر، خدافظ.